یک خبرگزاری حقوق بشری اطلاعات مربوط به 58 بازداشتی خیزش سراسری را که به قصاص محکوم شده اند یا در معرض خطر صدور حکم قصاص قرار دارند منتشر کرد در این فهرست اطلاعاتی درباره دو زن و دو کودک نیز مشاهده می شود بر اساس این گزارش دستگاه فاسد قضایی جمهوری دجال اسلامی تا کنون برای یازده تن از بازداشت شدگان خیزش سراسری حکم قصاص صادر کرده است و چهل و هفت تن دیگر نیز با اتهاماتی مانند بقی محاربه و افساد فلعرز مواجهند که می تواند به صدور حکم قصاص برای آنان منجر شود بیشتر این شهروندان تحت عناوینی مانند لیدری اختشاشات دستگیر شدند و وضعیت یازده تن از محکومان به قصاص بسیار نگران کننده است ضمن اینکه پرونده چهل و هفت فرد دیگر نیز در مراجع قضایی در جریان است و ممکن است برای آنان نیز حکم قصاص صادر شود این سازمان حقوق بشری میگوید به دلیل فقدان شفافیت مسئولان قضایی در پرونده نهادهای فاسد امنیتی علیه معترضان هویت تمامی متهمان به طور کامل مشخص نیست به عنوان مثال در پرونده اعتراض های شهرک اکباتان و از بین رفتن یک بسیجی دست کم نه نفر متهم شدند با این حال ارانا تا کنون تنها هویت سه نفر را شناسایی کرده است و در پرونده مربوط به اعتراض ملک شهر اصفهان و به درک واصل شدن سه نفر از نیروهای جمهوری دجال اسلامی ایران نیز دست کم ده نفر متهم شدند اما تنها هویت شش تن از آنان احراز شده است بر مبنای گزارش این سازمان حقوق بشری دادگاه های دجال انقلاب جمهوری فاسد اسلامی ایران تا کنون برای ماهان صدرات مدنی سهند نور محمد زاده، محمد قبادلو، محمد بروغنی، منوچهر مهمان نواز، محمد مهدی کرمی، سید محمد حسینی، حسین محمدی، رضا آریا، حمید قره حسنلو و شعیب میربلوش زهی ریگی حکم قصاص صادر کردند. از این میان، اجرای حکم قصاص ماهان صدرات به طور موقت متوقف و پرونده او به دیوان عالی کشور ارسال شده است. گزارش کمپین فعالان بلوچ نیز حاکی از آن است که شعیب میر بلوچ زهی ریگی شهروندی که پس از جمعه خونین زاهدان دستگیر شد کودک است و تنها 17 سال دارد اما حکم قصاص او در مجتمع غذایی شهید نوری زاهدان صادر شده است ابوالفضل مهری حسین حاجیلونیز نیز که نامش در فهرست متهمان در معرض خطر صدور حکم قصاص قرار دارد 17 سال دارد و فوتبالیست است پرونده او در شعبه پانزده دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی حرامزاده مشهور به قاضی قصاص در دست بررسی است و از آنجا که این نوجوان به مقابله با حکومت اسلامی از طریق ایجاد حریق در وسیله مورد استفاده عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت کشور متهم شده است خطر صدور حکم قصاص برای او نیز وجود دارد دنا شیبانی مربی اسنوبرد که با اتهام خرابکاری ناموفق در شیراز به همراه چهار ورزشکار دیگر بازداشت شد و یک زن دیگر که در ارتباط با پرونده اعتراض شهرک اکباتان بازداشت شده است زنانی هستند که با تهدید صدور حکم قصاص مواجهند بر اساس گزارش این سازمان حقوق بشری اسامی دیگر افرادی که با اتهامهایی مانند محاربه با تهدید صدور حکم قصاص مواجهند به شرح زیر است سامان سیدی توماج صالحی امیر نصر آزادانی محسن رزازاده میسم مبرهن ابراهیم ریگی فرشید حسنزهی جمشید حسنزهی امید حسنزهی اسماعیل حسنزهی بهزاد حسنزهی کاروان یا همین شاهی پروانه شهرام معروف هجار حمیدی رضا اسلام دوست، ایوب آغلیانی، علی داوری، سجاد ایمان نژاد، رضا رسایی و خیلی های دیگر هستند. این سازمان حقوق بشری می گوید اطلاعات هویتی نه متهم دیگر در معرض خطر صدور احکام قصاص را هنوز شناسایی نکرده است اما همگی این افراد در اعتراضهای تهران و اصفهان بازداشت شدند. بررسی این گزارش نشان می دهد که 20 تن از افراد از استان تهران و یازده نفر نیز از استان اسفهانند. همچنین هفت متهم در استان سیستان و بلوچستان، هفت متهم در استان آذربایجان غربی، پنج متهم در استان فارس و پنج متهم در استان البرز با اتهاماتی مواجهند که ممکن است به صدور احکام قصاص منجر شود یک متهم هم در استان گیلان یک نفر در استان آذربایجان شرقی و یک متهم نیز در استان کرمانشاه با اتهامهایی مشابه مواجهند جمهوری فاسد اسلامی تا کنون دو نفر از معترضان را در ارتباط با خیزش سراسری قصاص کرده است محسن شکاری هفته آذر و در فاصله کمتر از 75 روز پس از بازداشت قصاص شد در حالی که به وکیل انتخابی دسترسی نداشت مجید رضا رهنورد نیز سهرگاه 21 آذر در فاصله کمتر از 25 روز پس از بازداشت قصاص شد نیروهای سرکوب جمهوری فاسد اسلامی ایران در جریان سرکوب اعتراضهای خیابانی همکنون تا کنون 506 شهروند معترض از جمله نه کودک را به خاک و خون کشیدند. دختری که همراه محسا بود دست به افشاگری بزرگی زد. بالاخره سکوتش را شکست. شهبانو فرح پهلوی در گفتگو با یک تلویزیون آلمان از حرکت مردم ایران با عنوان انقلابی یاد کرده که با سرنگونی جمهوری فاسد اسلامی به پیروزی خواهد رسید. بنا بر گزارش همکاران ما، شهبانو فرح پهلوی در گفتگوی تلویزیونی با شبکه زدی فالمان از بحت خود از قصاص و آزار بدنی در ایران سخن گفت اما تاکید کرده که به آینده امید دارد چرا که انقلابی در جریان است شهبانو فرح پهلوی همچنین اعلام کردند به تازگی دختری که همراه محسا بوده در یک پیام خصوصی به ایشان دست به افشاگری بزرگی در مورد این حادثه زده این دختر بالاخره سکوتش را در برابر فرح پهلوی شکست